سلام خدمت دوستان عزیز، در برنامه امروز میخوایم با همدیگه این تیغه برش چوب رو احیا بکنیم، یعنی اینو از این شکل در بیاریم و کاملا اینو نو بکنیم. علاوه بر اینکه شکل ظاهریشو نو میکنیم، همینطور تک تک این دندونه ها رو هم تیز میکنیم تا دوباره این تیغره چوب کاملا قابل استفاده بشه. این دندونه ها اکثرا از جنس کارباید یا همون الماسه هستن. اگر صفحه برشی داشتید که این دندونه ها کنده شده بود، یک یا چند عدد از این دندونه ها کنده شده بود، به هیچ عنوان دیگه از اون صفحه برش استفاده نکنید، چون اون صفحه برش استانداردی نبوده. صفحه برش هایی که استاندارد نیستن بسیار خطرناکن، این دندونه ها امکان داره از روشون کنده بشه. پس به هیچ عنوان با صفحه برش های غیر استاندارد کار نکنید. این دندونه ها رو با لحیم سخت بر روی صفحات برش میچسبونند. قبل اینکه برنامه رو ادامه بدیم، اگر تا به حال کانال پرشن هندیمن رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بکنید و علامت زنگوله رو هم بزنید. بریم که برنامه‌مون رو شروع بکنیم. حتماً موقع استفاده از فرشای کاسه‌ای، شیلد محافظ و عینک ایمنی رو فراموش نکنید. برای تیز کردن این دندونه های صفحات الماسه به خصوصی وجود داره، من داخل بازار پیدا نکردم، اگر هم پیدا بشه قیمت بسیار بالایی داره. منظور از صفحات الماسه این نوع صفحات هستن که بسیار مناسب هستن برای تیز کردن صفحات مختلف. در ضمن این نوع صفحات الماسه تقریبا میشه گفت که قابلیت برش همه نوع اجسام رو دارند. البته با همین هم خیلی خوب میشه کار تیز کردن رو انجام داد، اما اگر اون صفحات رو پیدا نکردید، میتونید از همین صفحات برش کاشی و سرامیک استفاده بکنید. اگر دقت بکنید، حدود 1 سانت از قطر این صفحات برش کاشی از جنس الماسه هست، از همین ها هم میتونید استفاده بکنید برای تیز کردن. خب قبل اینکه کار رو ادامه بدیم، یه نکته رو هم خدمتتون عرض کنم. اینو دقت بکنید که قسمت داخلی دندونه باید تیز بشه. تک تک دندونه ها این قسمت داخل باید تیز بشه. اگر داخل فیلم مشخص باشه، این دندونه الان تیز شده. دندونه جلویی هنوز تیز نشده. امیدوارم که داخل فیلم خوب مشخص باشه تا شما ببینید. پس جایی که باید تیز بشه این قسمت داخل هستش. جای دیگه رو تیز نکنید لطفاً. بریم که یه دست پولیش هم روش بکشیم تا کاملا نو بشه. کار ما این بوده، تبدیل شده به این. امیدوارم که برنامه امروز لذت برده باشید. تا جا که هستید خوب خوش باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.